بله عرض کنم قبل از هر چیز یک میدونید که سربازای امریکایی الان در عراق و افغانستان به اصطلاح زیاد هستن اونجا. یکی از دوستان خانم لادن برای من یک ایمیلی فرستاده بودن توی از طریق فیسبوک که خیلی جالب بود. این نشون دهنده به اصطلاح سالن غذاخوری سربازان آمریکایی در عراق هست. این به اصطلاح قسمت رستوران سربازاست که میرن اونجا و غذا میخورن و این جالبه که چقدر آخه میدید آمریکایی‌ها خیلی دوست دارن به خودشون برسن، مخصوصا به مسائل غذا. یکی از چیزاییش که خیلی سعی میکنن به قول معروف توش حال بکنن. این عکسیست که از سربازان آمریکایی در رستورانشون در عراق هست که بسیار جالبه، عکس بسیار بسیار قشنگه. مرسی لادن جان، دست درد نکنه، انشالله که موفق و پیروز باشی. خانم شهین چند تا برای ما تو فیسبوک چیز فرستادن. یکیش هست که میگه همسر خوب. این نشون دهنده اینه که مثلا از روز اول که زن و شوهر با هم تازه ازدواج میکنن تا سنین بالا رفتاراشون نسبت به همدیگه چجوری میره، چجوری میشه. بریم اینو ببینیم و برمیگردیم. بله اینم همسر خوب خانم شهین خانم. عرض کنم که رهای عزیزی قسمتی برای من فرستاده، مال استاد بنا هست، بنان، که صدای گرمش یک اصلا جزء تاریخ موسیقی کشور ما شده. یه تیکه ای از اینو ببینیم و بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون. بله صدای بنان، صدای گرمی داشت، خدا رحمتش کنه. انشالله که بچه های جوان ما که الان دارن موسیقی ایرانی یاد میگیرن الگوی خودشون رو، یکی از الگوهای خودشون رو بنان رو داشته باشن. رهای عزیز یکی دیگه هم برای ما فرستاده. این تولد یک سربازیست در ایران و دوستانش به مناسبت تولدش جشن گرفتن. اینو ببینیم که خیلی جالبه. Yeah.
بله، این نشون میده که سربازهای وطن ما، جوانانی که از مرزهای کشور ما مراقبت میکنن، به موقعش، موقعی که موقعی دفاع از خاک دفاعشون رو میکنن و موقعی هم که موقع شادی و خنده است، بلدن چی کار بکنن، بلدن شاد باشن. برصورت دمتون گرم، زنده باشین، تولد اون سربازی هم که هست مبارک باشه. حالا رها یکی دیگه هم برای من فرستاده، رها خیلی چیز جالبی فرستاده، یک گچبره. ببینید شما دوست دارید یه همچین گچبری هم تو خونه شما کار بکنه یا نه. بریم اینو ببینیم. برگرد شرارش. بله، اینم گچبری بود که سرحال بود، خیلی باحال و لبخند به لب و اینجوری خوب. اتفاقا آدم سرگرم میشه، کارشو میکنه، خستگیش هم در میکنه، دیگه احتیاج به قول معروف وقت استراحت هم نداره، راحت در حالی که داره کار میکنه استراحت چم میکنه. شهین عزیز یک عکسی برای من فرستاده، خیلی جالبه. میگه کی جرأت داره روی صندلی بشینه. این عکسی است که ملاحظه میکنید از کاکتوس درست شده، کاکتوس های تیغدار. واقعا این یکی جرأت میخواد روی این صندلی بتونه بشینه، اینم خودش داستانیه. پوران عزیز یک عکسی برای ما فرستاده، داستانش به این صورته که در باغ وحشی در بنگال دو تا آدم کور تو باغ وحش داشتن راه میرفتن، تشنهشون میشه، میان برن آب بخورن، نمیدونستن چی کار باز بکنن. یه میمونی میاد آبو برای اینا باز میکنه، بعد اینا موقعی که دست و صورتشون رو میشورن آبو میخورن، میمونه آبم براشون میبنده و بعدم میذاره میره. واقعا دم این میمونای بنگالی هم گرم که انقدر باشعورن، انقدر رابطه خوبی با آدم ها دارن. اینم جالب بود. آخرین قسمتی که میخوام براتون تو فیسبوک نشون بدم، پدر و پسر هنرمندی هستن که شهین عزیز باز دوباره برای ما فرستاده، بسیار بسیار جالبه. بریم اینو نگاه کنیم و بعد از برنامه فیسبوک تموم میشه و برمیگردیم و دنباله برنامه رو در خدمتتونم.